بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. لسر درود قرطبي مسلما بيا تلك اشغر او فرغاني مسلما زوق د تكبير او د اعزان دي سشو ها فروني زرين دوران دي سشو. لسر درود قرطبي مسلما بيا تلك اشغر او فرغاني مسلما زوق د تكبير او د اعزان دي سشو ها فروني زرين دوران دي سشو. ها صدق صدق ياران يا دوم ها خالد خالد غازيان يا دوم شدت يا روسا تاي واستلا ها غد المرفولا روان يا دوم چی پاس او رومی پو چپو کی یولل دیر تور تمونا اس پی دو کی یولل ها غر بحیر ها غر کروان دیس شو ها پرون ای زرین دوران دیس شو. لسر درو دا خورتو بی مسلمان بیاتر کاش غراو پرغانی مسلمان. حال محفل خدا آغاز میکنیم با تلاوت آیات چند از کلام الله الهی که از حنجره زیبای قاری صاحب شمس الله تراوش می‌یابد. قاری صاحب شمس الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اتا سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم والأنعام خلقها
تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون صدق الله العظيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين جهان سپاس و تشکر از جناب قاری صاحب شمس الله. دوستان نهایت عزیز و محترم، ما جلسه امروز را مختص قرار دادیم بر موضوعی که بسیار حساس و داغ است، خصوصا در این روزها محافل گوناگون و جلسات گوناگون در این مورد جریان دارد. شما هم همه در جریان هستید و می دانید که با تبلیغات زهرآگین و با یک سلسله تشریفات بیجا و وعده های دروغین مردم رنجیده و مردم مجاهد پرور افغانستان را فریب می دهند. معاهده ننگین استراتژیک معاهده ای است که بدتر و ننگینتر و فاسدتر و پلیدتر از معاهده ای که در گندمک صورت گرفت. شما همه می دانید که عقد بستن این معاهده و امضا کردن پیمان استراتژیک، ادامه جنگ در افغانستان، ادامه فساد، ادامه ظلم، ادامه بیبندوباری، ادامه غارت و ادامه چپاول منابع طبیعی افغانستان است. این پیمان هیچگاه و هیچ گونه به نفع مردم افغانستان نخواهد بود و نیست، چون ما مردم مسلمان هستیم و در سرزمین اسلامی زندگی می نماییم. هیچگاه با یک مشت خوک خوری سگ پرست هیچ پیمانی را امضا نمی نماییم و راضی نیستیم. هرگاه کسی و یا مقامی این پیمان را نسبت به تزلزل ایمانیشان امضا می نمایند، پیامدهای بعدی به دوش ایشان خواهد بود و ما در این پیمان هیچ گونه پایبندی و تعهدی نداریم. بناهن جلسه امروز را مختص قرار دادیم به این پیمان و از استادها و میمانان گرامی تقاضا میکنیم که در رابطه به همین موضوع تقریر نموده و اظهار نمایند که آیا این پیمان به نفع مردم افغانستان است و یا قطعا به ضرر مردم افغانستان. حال از استاد محترم، استاد بسیار بیریا و استاد زحمتکش، استادی که هیچ گونه تشریفاتی نمیخواهند و ما اندک تماس میگیریم، خودشان خالصانه در راه خدا تشریف میآورند و در مقابل محصلینشان قرار میگیرند. شما باور کنید که ما بسیار زحمت میکشیم و بسیار استادان را در جریان میگذاریم، ولی کسی جرأت نمیکند کلمه حق در مقابل مردم و در مقابل چهار محصل آزادانه بیان بکند.
واقعا بدون کدام چیزی ما ایر اعلان میکنم که یگانه کسی که همیشه حق گفته و حق میگوید جناب استاد عبدالظاهر دایی است که اینک از ایشان تقاضا میکنیم عقب استیج تشریف آورده و بیانات عالمانه و حکیمانه خیش را بیان دارند. جناب استاد عبدالظاهر دایی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له و من یدلل فلن تجد له ولیا ولا مرشدا، و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، أما بعد. جوانان مسلمان، جواناي با فكر أفغانستان و جواناي كي در فكر دين و وطن و استقلال وطن هستین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما و شما در شرایط بسیار سخت قرار داریم که بعد از اینکه دشمنان اسلام موفق شدن که نظام مسلمان ها که خلافت اسلامی بود که در اونجا مسلمان ها قوت داشتن، یک لشکر داشتن، رهبریت داشتن، عزت داشتن، استقلال داشتن و مطابق قرآن و سنت میتونستن زندگی بکنن، وقتی که خلافت اسلامی را از بین بردن، بالاخره با زور و با صلاح بسیاری از کشورهای اسلامی را اول تقسیم بندی کردن با نقشه های قومی، بسیاریش خواستن تحت استعمار خود به زور قرار بدن و دو هم ناکام شدن. ما و شما بیاد داریم انگلیس آمدن در افغانستان و در دیگه کشورهای اسلامی هم دیگه کشورهای اروپایی تقسیم کردن جهان اسلام، لکن شکست خوردن و بالاخره تاریخ بر ما نشان داد که پدرای ما و شما که واقعا ما و شما به گرفتن نامشان افتخار میکنیم و بعضی اشخاصی که در وطن ما و شما بودن مثل شاه شجاع، مثل کارمل و امثال زنا و معاهداتی که مثل گندمک و غیره، از این کسانی که قبل از ما گذشته، ما و شما و تاریخ ما و به اون مردم ها نفرت می فرستیم. در عصر امروزی، در شرایطی که ما و شما قرار داریم، استعمار با لباس دیگه، با اسلوب دیگه، با روش دیگه، با بهانه دیگه، در افغانستان در جهان اسلام حضور پیدا کردن و به خصوص امروز که در مقابل از اینا زیاد مقاومتی که شده از امی سرزمین افغانستان بوده و توسط مردم افغانستان بوده و فداکاری هایی که شده تنها منحصر به مردم افغانستان نیست، بلکه وابسته به تمام مسلمان های دنیا بوده، به خاطر از اینکه اسلام فقط یک مرز داره که مرز دارالکفر است و دارالاسلام، و هر جا که دین ماست آنجا وطن ماست و مسلمان ها همیشه با مسلمان های افغانستان و مسلمان های افغانستان با دیگه مسلمان ها در یک صف و دسته در مقابل دشمن های اسلام استادگی کردن، جهاد کردن، مقاومت کردن و بالاخره دشمن ها را شکست دادن و انشاءالله و تعالی این دشمن هم یک وقت صدیق افغان در یک جای بود در سر یک میز شیشته بودیم و برمه گفت استاد خفه نباشید، گفت ما دو یعنی مسابقات فوتبال، گفت ورزشی قانون است، یک مسابقه را امرای انگلیس داشتیم اونا را شکست دادیم، دومش امرای روس بود اونا را شکست دادیم،
و این مسابقه فاینال است. اگر یک دفعه دو دفعه باختیم بازم یک چانس داریم تا بالاخره یاره عظمی چه عظمی خاک اینا را هم شکست بدیم. و ما ذلک علی الله بی عزیز، امپراتوری انگلیس که آفتاب دو غروب نمی کرد بالاخره غروب کرد، و اتحاد شوروی که هر روز میخواست وسعت پیدا بکنه با گذاشتن قدم در افغانستان شکست خورد و نابود شد. و کسانی که از روس و از لویجرگاه هایی که در زمان روسا دایر میشد و از برنامه های روس دفاع میکردن، اکثریتشون با شما دیده به شکل بسیار فجیش مردار شدن، و حال یک تعداد دیگهشان که خود در دامان امریکا انداختن. و امروز من در تلویزیون را میدیدم که یک غلام امریکایی را میشانه و یک غلام روسی را میشانه، او را دو میزنه او را دو میزنه. اما در مقابل از اونا یک افغانی آزادی که میتونه استدلال بکنه او را قرار نمیده. خب به هر صورت مسئله معاهده استراتژیک یا موافقتنامه استراتژیک، این موافقتنامه قبلا امضا شده و آل فعلا وقتی که از قرارداد امنیتی گپ میزنن، ای در حقیقت کسایی که در لویه جرگه اشتراک میکنن سر از یا رشخند میزنن. اگر یا میفهمیدن ای اگر رشخند است یا مسخره میسازن. چرا؟ مثلا یک کسی امراه یک کسی، مثال ساده بگیم که کلگی بفهمن، یک کسی دختر خدا بر یک کس داد و کل مسائلش فیصله شد. آل پرسان میکنه که امی شوای جمعه داماد بیه یا نبیه. یک لویه جرگه بگیریم که امی داماد شوای جمعه خانه خسر خود بیه یا نبیه. خب اگه آدم موشیار باشه میگه تو خسر ما رشخند زدی. این خود رشخند است. ما فقط نامه را در 12 بجه شو از خواب بیدارت کرد لالایت و سرت امضا کرد. لویه جرگه، لویه جرگه وقتی که در سابق در تاریخ افغانستان دایر می شد توسط سرای هر قوم، بزرگایش و علمای واقعی که اونا نه سر پادشاه رای می زدن، نه سر وزیر رای می زدن، نه سر خارجی رای می زدن، نه سر داخلی رای می زدن، به خاطر منافع کشور دایر می شد. یکی از این جرگه ها یک وقت انگلیس می خواستن که از خاک افغانستان برن که تو روسا جنگ بکنن. شایم وقت بزرگای اقوام، بزرگایی که در هر منطقه هستن، هر ولایت هستن، اینا رو جمع کرد، علما رو جمع کرد و گپ اساسی رو برشان گفت و اینا گفتن که ما انگلیس در خاک خود نمی مانیم. ما نمی مانیم، خلاص. و او یک راه هست که اگر رهبریت واقعا بخواه که از بحرانها خود نجات بده و خودش نمیتونه تنها تصمیم بگیره، ملت از ملت تقاضا میکنه که شما بفرماین و در اینجا و اونجا نمایندای واقعی ملت، انسانای مسلمان واقعی که مردم هوره من حیث نماینده میپذیره. مثلا اگر یک استاد از پوانتون روان میکنه اینجا میامدن در مقابل محصلین استاد میشدن که محصلین شما بر کدام استاد رای میتین که بره در لویه جرگه و به نمایندگی از شما گپ بزن. اما از محصل پرسان شد؟ نشد. از این ولایاتی که خانهشان تمام روز بمبارد میشه و تمام روز در هر خانه شهید است و شبها خونه میکنه، آیا از این خانه ها کدام نماینده گرفته شد که تو بیا اینجا سر این مسئله گپ بزن؟ ابدا نیست. پس چهار نفری که اون نفرهایی که امتحان خود دادن، اون نفرهایی که از اونجا برش خط روان میشه که فلان فلان در اینجا باشه و گپ بزنه و گپ هم نزنه، فقط چک چک بکنه،
فقط اینه میقدر مثل که در زمان انگلیس میکردن، مثل که در معاهده گندمک میکردن، مثل که در وقت کارمل میکردن، مثل که در وقت روسا میکردن و مثل که در وقتی که نجیب لوی جرگره جور کرده بود. اینمو چهار نفر بلی گویا کاس که یک روز من یادم میاد خوب من وقت معسل بودم که لوی جرگه دایر شد، از نماینده لوی جرگه پرسان کرد که شما اینجا آمدین در کابل چی خوشت آمد از لوی جرگه؟ گفت والا من در زندگیم دمی تب خدا ننداخته بودم در کانتینینتال. گفت دمی تب که خدا انداختم یک ساعت خواب کردم در بین او. گفت بسیار مزه دادم. یعنی کسی که به خاطر خواب کردن یک ساعت در تب در تشناب کانتینینتال و امروز اونمو انسان ها در زیر خاک هستند و خسر دنیا و الاخره، لعنت خدا هم سرشان نازل شد، لعنت پیغمبر هم نازل شد و عذاب سخت نصیبشان میشه. و انشاءالله تعالی سر هر کسی که به این وطن ما تو خیانت کنه، برای این دین ما تو خیانت کنه، به استقلال ما تو خیانت کنه، اینمی قسم لعنت خداست. و 50 سال بعد، 60 سال بعد، 100 سال بعد کل ما و شما در زیر خاک هستیم و اونجا میبینیمشان که شرمنده و روسیا هم از این دنیا میرن و هم از اونجا خاد رفتن. و ما ذلک علی الله بعزیز. برادر، وقتی از موافقت نامه یا معاهده صحبت میشن، آلی از این چهار نفره که خواستن برازی ها چی گفتن؟ حفظ قضایی اونمو صلاحیت اساکر، مسئولیت قضایی، مسئله مالی شد و عملیات شب. اینه میگه پا هست و سر از یک 3-4 روز یک چند روپه پلاو داده میشه، یک چند روپه داده میشه، پلاو خورده میشه، یک چک چک میشه. یعنی بسیاری وقتها ما نمیفهمیم که اگر شرم فروخته میشد والا پیسه میدادیم، جمع میکردیم، چنده میکردیم، اگر شرم میخریدیم از یک کشور دیگه و برای بسیاری کسا داده میشد که اگر یک کمکم حیا می بود. از این خاطر خلاصت ما جاء به الانبیا، خلاصه آنچه که پیغمبر آوردن و چی است؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. وقتی که حیا نداشتی هر چی که دلت هست بکن. از خدا حیا، از مردم حیا نداشت، حداقل از وجدان خود انسان باید خجالت بکشه که من چی میکنم و چی میگم و بالاخره مردم مرا چی میگن. به هر صورت برادرای عزیز، در این مسئله وقتی که صحبت میشه و ما و شما همیشه بحثای ما بحثای فکری بوده، بحثای کسایی بوده که خواستیم به شکل اکادمیک مسائل و قضایا را بسنجیم و اگر میفهمیدیم که در عصر کار کسایی نیست که قبلا کل چیز امضا کردن و واقعا طرفدار این وطن هستن و این مملکت هستن، ما برشان مشوره میدادیم، میبتیم که برادر اینی کار خوب است، اینی بد است، اینی رو بکنین، اینی رو نکنین. حالا ما و شما این رو سنجش میکنیم. اول وقتی که یک موافقتنامه یا معاهده استراتژیک میشه، منفعت دو جهت در نظر گرفته میشه. در اینجا امریکا چرا شله هست و امریکا چی منفعت داره؟ منفعت امریکا منفعت بسیار قوی و خطرناک است. اول میخواهد که این مملکت 100% تحت تاثیرش باشه. خلاص هر کس خواست رئیس جمهور مقرر کنه، هر کس خواست وزیر باشه، مثل که اینمی 10 سال که ما و شما میبینیم، 10 سال و 12 سال اینمی جنایتکارا باشد، اینمی تجار مواد مخدر باشند، اینمی مملکت که در فساد اداری به سطح جهان درجه یک است، در فساد اخلاقی در سطح جهان درجه یک است و در عقب ماندگی و تخلف
و بدبختی و بیکاری و بیسوادی درجه یک است. در کلش درجه یک است. می خواهیم که اینموت یک نظام اینجا باشه؟ منفعتش چی هست؟ ببینین. آن اینجا وقتی که پایگاه های امریکا می باشه، آیا پایگاه هایش دفاعی هست؟ از ما دفاع می کنه؟ و ما و شما به سر چشم می بینیم که اگر کس بیای ما را تکت تکام کنه یا قرار سایل می کنه، حتی نمیگه که نکن. از خود دفاع می کنه؟ یعنی حداقل در قرارداد تو از خود دفاع می کنی؟ و یا ای که منفعتش که قوای تعارضی خود اینجا میره و از زمین جا هست که پایگاه هاست، ای که معدن موتو زیر دستش هست، ای که منافع موتو زیر دستش هست، ای وطن خو قرد کرد خورد، ای را خو اجدهار بلعید توسط چند کسی که در نیمه شبها برش قرارداد امضا کرده و کسایی که خودشان آوردن شاندن و توسط از اوها امضا کرده. این آله خب آله اگر از خاک موتو بلی منفعتش است، میخوای که از اینجا بالای کل دنیا، بالای کل دنیا هر جایی که بخوای حمله بکنه. پس اینجا میدان استراتژیک جنگی هست بر خارجی ها، بر امریکایی ها، تا که هر جایی که خواسته باشه سر هر مملکتی که هر مملکتی که جنجال داره 24 ساعت فایر است و راکت است. و شما تصور بکنین منفعت امریکا هست؟ بله هست. چرا هست؟ به خاطر ازی که فشارش اینمی هست که اگر سعی کنیم برای ما و شما دو راه مانده، یا میگن به تمام شرایطی که ما گفتیم که عسکر ما هم اینجا باشه و هر چیز هم که میکنه و کل عمو خواسته های ما را قبول میکنین، یا ایر قبول بکنین، یا ما تمام کمک هایی که از هر جای میشه سرتان قطع میکنیم. این آلمه ترسانن که اگر این امضا نکنین زور است دیگه، زور است. یا امضا میکنی و تسلیم میشی، یا علقی غلامی را به گوشت میکنی و این را پت و پنهان نمیگن. شما رادیوها و تلویزیونها را بشنوین و دلایل از اینا را بشنوین و میگن که یا امضا میکنی و تمام شرایط ما را قبول میکنی، عسکر ما می اینجا میگردن اگر امضا میکنی خوب، و اگر نمیکنی این تهدید است که ما از اینجا میبریم و تمام منابع اقتصادی را سرتان رایش بسته میکنیم. خب سر از این بحث میکنیم. پس وقتی که فشار میاره به خاطر چی فشار میاره؟ به خاطر از این که منفعتش در اینمی فشار آوردن است، منفعتش در امضا و در این قرارداد است. از این خاطر استعمار در یک جای تا وقت نمیره تا وقتی که قابلیت استعمار اونجا پیدا بکنه. شما دکتر صاحبه در طب هستن پرسان بکنین که استعمار مثل HIV هست، ایدز، و این ویروس، خود ویروس در وجود یک انسان تا وقتی که قابلیت در وجودش نباشه ویروس داخل نمیشه. و HIV چه عادت داره؟ وقتی که داخل شد تمام سیستم دفاعی وجود انسان از بین میبره، بازی انسان به یک ریزش عادی هم از بین میره و میمره. و استعمار خاصیتش نیست. از این خاطر اول قابلیت دادن است که او مردم اگر ما برآمدیم اینجا جنگ میباشه. چرا جنگ می باشه؟ چرا اینجا جنگ می باشه؟ به خاطر از اینکه اینا برای ادامه جنگ وقت پلان سنجیده است. اربکی رو کی جور کرد؟ سلاح کی توزیع کرد؟
امی که میگن که در وقت مجاهدین جنگ شد، یکی از علتها امی بود که وقتی که روسا برآمدن، کندک های قومی را کمونستا جور کردن و کل مردم سلا دادن و جنگ ادامه پیدا کرد. نام کی بد شد؟ نام چهار نفر مجاهد بیچاره. لیکن در این جنگ کمونست در صفحه اول قرار داشت، جنرال های کمونست در صفحه اول قرار داشت، جوانایی که توسط کمونست ها تربیت شده بودند در صفحه اول قرار داشتن، قطعات از اینا در صفحه اول قرار داشت، کمک های خارجی بر از اینا می شد و توطئه بین المللی وجود داشت، ولی چهار نفر مجاهدی که آنقدر معلومات بیشتر نداشتن، اونا هم صاحب دبین خود جور آمده نتانستن، برای از اینا فقط بانه پیدا شد، از بیسوادی و کم سوادی از اونا استفاده کردن، تمام نیرنگ ها استفاده کردن و بالاخره بنامزو کردن. امروز امو کمونستی که ناخون مردم کشیدن، امو کمونستی که سر ناموس مردم تجاوز کردن، امو کمونستی که دختر مردم سرش تجاوز میکرد، امو کمونستی که لیلی پوهنتونه در وقتی از اونا خالی میشد و پر میشد، اونمو کمونستی که تا وطن فروخت، اونمو کمونستی که روس آورد، امروز اونمو کمونست میشینه و اونمو با افتخار گپ میزنه که ما بسیار خوب مردم هستیم، چپن سفید میپوشه و میگه صاحب از ما هیچ گپ هست اینه، و مردم هم از بیسوادی مردم که تو نبودی تمام جنایت خودتو کردی و امروز هم که تزمی همونا هستن، در پارلمان اونمو هست، در چوکی همو هست، در قدرت همو هست، در تلویزیون همو هست، سخنگو همو هست، محلل سیاسی اونمو هست، مبصر سیاسی اونمو هست، کلش اونمو هست، لکن چهار نفر مسلمان بیچاره ملامت. خب آله، اگر پرسان بکنیم که منفعت امریکا در چی هست، امریکا منطقه استراتژیک است، وقتی که افغانستان اگر قلب آسیا هست تمام منطقه را کنترل میکنه و هر جایی که جنگ بکنه در دیگه حالات امریکا مجبور است کشتی خود روان بکنه، امریکا مجبور است که میلیون ها دلار مصرف، میلیارد ها دلار مصرف کنه، اینجا که هست تیار پایگاهش است زده میره. گیریم که سوار روز مثلا طور مثال گیریم که مثلا جنگ بین امریکا و روس در گرفت، مثالش اگر جنگ بین روس و امریکا در گرفت، اینجا از بگرام افغانستان یا از هلمند یا از اونجا یا از شیندن این میدانای هوایی که در تصرف خود گرفته، ای که از اینجا او را راکت بزنن او آرام میمانه؟ اگر 500 راکت روس اینجا فایر بکنه، دو تا اینجا پایگاه ازی بفته، 480 تا دیگه در فرق موتو اولادای موتو. از این خاطر جورج بوش یک وقتی در اتحادیه اروپا، در اروپا وقتی که گپ میزد برای اروپایی ها و امریکایی ها، گفت و برادر ما میخواییم که جنگ در عراق و افغانستان دوام پیدا بکنه و ما اونجا نیرو میفرستیم و سلام میفرستیم. گفت چرا؟ به خاطر گفت که اولاد اروپایی و اولاد امریکایی با اعصاب آرام مکتب بره، اما اولاد افغانی و عراقی حق نداره که با اعصاب آرام در مکتب بره. از صنف اول که در مکتب میره که در جنگ است تا وقتی که پانتون میخونه، مثل که نما و شما کل عمر ما در چی تیر شد؟ در جنگ تیر شد، جنگ تحمیلی که یک افغان راضی نیست به این جنگ. این حاله؟ خب این منفعت امریکا هست، امریکا منطقه را اشغال میکنه، یک منفعتش امریکا سر تمام منطقه کنترل پیدا میکنه، ای دیگه منفعتش. از نگاه اقتصادی، از نگاه اقتصادی چیزی که زیربناهای اقتصادی و معادن افغانستان است در تصرفش است. از نگاه سیاسی سیاست خود سر دنیا به زور تحمیل میکنه و خلاص. و به این خاطر اینم قدر سال کار کرده، به این خاطر اگر شما ببینین گپ درازا میشه به این شکل. بالاخره وقتی که جهاد در افغانستان ختم شد، من خودم در کشورهای عربی درس می‌خواندم، عرب‌هایی که در افغانستان برای جهاد آمده بودند در پاکستان، اینجا که مجاهدین افغانستان کمک می‌کردند، یا گفتند جهاد یک فریضه است، خودشان می‌گفتند که جهاد یک فریضه بود، ما این فریضه را ختم کردیم، آل افغانستان آزاد شد، روس‌ها شکست خوردن، کل از اینا حرکت کردند، جوانای مجاهد از مصر، از سعودی، از تمام، از سودان، از اریتریا، از تمام، وقتی که این جوانا پیش از این که این جوان ها از افغانستانی مجاهدین که خود حکومت ها برشان پاسپورت داده بودن، فکرتان باشه، سعی کنین اول در زمانی که روسا اینجا بود، چون شکست روسا، در شکست روسا منفعت پاکستان بود، منفعت افغانستان بود، منفعت
اروپا بود، منفعت امریکا بود، میخواستن که دشمن خود از بین ببرن. از قوت مجاهدین جهان، نمیگم تنها از افغانستان، از قوت جوانای جهان استفاده کردن. وقتی که دشمن شکست خورد، خواستن دشمن، یک دشمن که تزید دشمن زدن، بازی نوبت شد برای مجاهدین. و امو روز که جهاد افغانستان در افغانستان ختم شد، جوانای عرب که پس می آمدن، ما در اون مملکت ها بودیم که اینمی امریکا و اینمی اسرائیل و اینمی حکومت های عربی فیصله کردن، ششن جلسه گرفتن که هر جوانی که در وقتی که روسا بود در اونجا خود حکومت ها میخیستن برای جوان ها میگفتن که او جوان ها بخیزین، قومو الی اخوانکم فی افغانستان، امشو اذهبو جاهدو. اینمی جوان ها را ویزه دادن، پاسپورت دادن، ویزه پاکستان داده میشد. اما اینمی جوان ها وقتی که محصل بودن، محصلین طب بودن، محصلین انجینری بودن، بسیاری مردمات تجارا بودن، جوان ها بودن، گفتن خلاص یک فریضه بود، فریضه ختم شد، ما پس به وطن خود میریم. اونمو رو صاحب در این کشورا فیصله شد که اینمی جوان ها کلشان به نام تروریست، کلمه تروریست، و نوشته کردن که هر کسی که در جهاد افغانستان به ضد روسا جهاد کردن، کلمه مجاهد در کل کامپیوترها تغییر دادن به چی؟ به نام تروریست. و فیصله کردن که هر جوانی که در کشور عربی پس میآید و او در افغانستان به ضد روسا جهاد کردن، در سر از یا حکم اعدام غایبانه رد. با مجرد که در میدانهای هوایی رسیدن، یارو صاحب گرفتن و کشتن. من خودم در لیبیا بودم، معمر القذافی که الله در زیر لغت جوانای مسلمان مردارش کرد، اینمی قذافی در میدان هواییش که مجرد یک لیبیایی که در افغانستان جهاد کرده بود که میامد، او خب بیچاره گفت من پاسپورت گرفته بودم، من خیلی منطقی گفته بود، یا مثلا در سودان یا دفعه اونم یارو صاحب فقط در میدان هوایی ذبحش میکرد. و بالاخره ی جوان ها مجبور شدن به وطنهای خود رفتن نتانند. جمعشان کرد در پاکستان. سر پاکستان فشار آورد. روانشان کرد در کجا؟ در افغانستان. کلشان که در افغانستان جمع کرد، گفت اینجا یک دفعی سرشان حمله میکنیم و از بین میبریمشان و تکه تکه میکنیمش. اون رو بازون مسئله هست که حادثه سپتامبر را بانه کردن و بالاخره آمدن و زدن و وطن ما را در از اون روز در غم شاندن شاندن شاندن. الله سبحانه و تعالی در خانه های خودشان غم بشانه. اینمی قسم که اولاد ما تو خون گریه میکنن. اللهم تعال مثل فرعون هامان شداد نمرود یار ما اخیزه کنه که اولادایشان سرشان خون گریه بکنه. و او کسایی که به نام افغان به ضد این ملت کار میکنن، اللهم تعال در خانه خودشان غم بیاره، تا که از دل او مسلمانه که شب بمبارد میشه، طفلش بمبارد میشه، اولادش بمبارد میشه و شب تا به صبح خواب ندارن. و به خاطر ازی و اینجا چهار نفر، آیا چهار نفر فروخته شده که در یک جای دی کابل جمع شود، امین نماینده کل ملت شده میتونه؟ از کل ولایت ها نیست، فقط از این میجه چهار تا را آوردن و چهار انسانه که ولی میگه خون ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت، دیده باشی لکه های دامن قصاب را. 40 سال قذافی حکومت میکرد، مردم بسم الله گفتن نمیتونست، عوض بسم الله غلامای قذافی میگفتن بسم القائد العظیم، نمیگفتن بسم الله الرحمن الرحیم. ما اونجا 7 سال بودیم، بسم الله گفتن نمیتونست. اما بالاخره دو اونمو سختی جوانای تربیت شدن که آمدن صاحب کمر قذافی را شکستاندن و حکومت شام از بین بردن. به هر صورت برادرای عزیز، آله وقتی که ما و تو در این کشور هستیم، ما مردم افغانستان حق نداریم، حق نداریم. اگر لوی جرگر وقت میداد لوی جرگی بیچاره، یعنی شما قرارداد امنیتی یک جزء از اجزای بزرگ پیمان استراتژیک است. این یک جزء بسیار کوچکش است. از این خاطر این لوی جرگه نه کم کرده میتونه و نه زیاد، تنها عمقه کرده میتونه که روی خود سیاه کنه، تنها عمقه کرده میتونه که 50 سال بعد در تاریخ وقتی که نوشته میشه، اولادا و نواسای ما و تو که ما و تو از اینجا بره، باز تاریخ نوشته شده، باز اولادا بخونه که این نسل، اینی کسایی بودن که
اینی قرارداد موافق داشتن و چک چک کردن، اینی سایبریشدارش، اینی ریشکلش، اینی پکولدارش، اینی قلقلیدارش، اینی فلانیش. دیگه هیچ چیز به دست زیاد است، صلاحیت هم ندارن. خب حالا ما سوال میکنیم که منفعت افغانا دو قسم است. منفعت افغانا داریم، یکی منفعت کسانی که بدون موجودیت استعمار زندگی کردن نمیتونه. متوجه هستید؟ یکی منفعت کی؟ منفعت کسانی که بدون موجودیت استعمار در اینجا زندگی کردن نمیتونه. اگر استعمار نباشه، عدالت اینجا باشه و قانون قرآن اینجا تطبیق شوه، به اندازه جنایت کرده، به اندازه جنایت کرده که ملت، خود ملت اینا رو در روی سرک خفک میکنه. پس اولی منفعت بر از این مردم است واقعا، چرا که بدون استعمار زندگی کرده نمیتونه. دشمن وطن است، دشمن خاک است، تجار مواد مخدر است، زمینای مردم چور کرده، خانه های مردم چور کرده، سر ناموس مردم تجاوز کرده، جاسوسی کرده، ترجمانی کرده، رفته کشته و قتل کرده و کل خاندان از او را میشناسه که اون فلانی به کابل که ناز ده دماد پلار قاتل، فلانه به کانتینیتال که اوسی دمونگ ده قوم قاتل، فلانی نفر در فلانی منطقه شیشته کسیست که سر ناموس ما تجاوز کرده. پس ایناله برای این مردمایی که این شکل هستن واقعا بر از اینا منفعت است. ده دا سال چور کردن، ده دا سال قدرت داشتن، بعد از این نمیخوای که قدرت خود از دست بده. بر از او 100% منفعت است. کسایی که در دامان استعمار پرورش یافتن، رشد کردن و بر از او وطن گفتن ما دو دسته و در قاب بر تقسیم میکنیم، وطن از تو باشه، فقط بر ما قدرت بده و صلاحیت بده، بر از این مردم ها کسی موجودیت قوات های خارجی بسیار مفید است. چرا؟ به خاطری که یا در قصه وطن نیستن یا وطن وقت فروختن. وطن 30 سال پیش به روسا فروخته بودن و 10 سال پیش بر امریکایا، 12 سال پیش که 6 تن جلسه گرفتن و فروختن. بر از این مردم سرسختانه دفاع میکنن. اگر در تلویزیون ها ببینن که یک کمونیست 6 تن حالا صاحب قدرت داره، محلل است، تلویزیون است، رقاصه هاست، شراب است، زنا هست، کل چیز برش است و سرسختان از این دفاع میکنه. برازی طایفه مردمه که قاتل مردم افغانستان است. برای کسایی که خاک برش ارزش نداره، برای کسایی که ایمان برش ارزش نداره، برای کسی که استقلال ارزش نداره، براز اونها منفعت است. براز اون منفعت است. مثل که برای کمونستان روسا چی بودن؟ بهترین مدافع بودن. گرباچوف میگفت که من میرم، گرباچوف میگفت که ما روسا را میکشیم میره. ایناله روسا برای کمونستا بهترین پشتوانه بودن. روزی که روسا از افغانستان برآمده، کمونستا جنرال کمونست بایسیکل ساز شد. یک برادر من میرفت بایسکل خدا استاد میکرد، دگروال سبه این بایسکل یک پنچری بگی. آخر من برش گفتم او برادر بیچاره خو والله اگه دروغ بگویم بردم، من به خاطر ازی دروغ نمیم که 50 سال پیش، اگر 50 سال بعد که در قبر باشم نه، خب باز برای من میگیم اینجا دفترم بار میشه این استاد یک دروغ گفته بودی، مارم خنده دادی، من دروغ نمیگم. این برادرم برای ازی گفت که دگروال سبه این بایسکل خو یک پنچری بگی. ما برش گفتم برادرم یا بروی ازان حال چی طرف یه پنچری بگی تو میدی دگروال سه خودش بگو بیادر یا وطندار یا خلیفه یه چیزی. دگروال های کمونست
پنچرمن شدن. پنچرمن شدن. و جنرالای کمونیست و خطرناکای ازیو همین مجرده که گب زده میشد. یعنی باور بکن که موزیاشان 15 قسم شکست. این آل سای بر از آن روز خوب بود، روز که رفت آل خواه امریکا که بره خب باز نمیست. اگر حکومت مردم باشه و محکمه باشه و ساران والی باشه و محکمه اسلامی باشه و با شهادت شاهدا در محکمه کشانده شوه، باور بکنیم که یکی از اینا بانه، یکی از اینا بانه، سندهای از اینا، جنایات از اینا، تصاویر از اینا، فیلمای از اینا. با خدا بعضی فیلم ها هست که افغانی از امریکایی که زیادتر جنایت میکنه، قبور مردم فراموش میکنه. دو، مردم از این وطن هست، مسلمان ها هستن. این حال مسلمان های وطن ما و شما، مردم وطن ما و شما، ما و شما اینجا مردم وطن اول در کدام نقاط فکر میکنن؟ حالا این مردم هایی که ما و شما هستیم، ما و شما اول مردم ای وطن که واقعا مسلمان هستن، واقعا اولاد از وطن هست، اول چیزی که فکر میکنیم مسئله استقلال وطن ما و شماست. آیا با این پیمان های استراتژیک وطن ما من حیث یک کشور مستقل در دنیا خوانده خواهد شد؟ آیا کس خواهد گفت که افغانستان استقلال دارم؟ یعنی ما که یک وقت در حج رفتیم که تا آجای هر مملکت که روبرو می شده یکی فلسطینی را که می دیدن یکی افغانی را که می دیدن. من این یا اخی از کجا هستی؟ فلسطین. الله فک الله اسرها، الله فلسطین خلاص کنه از شر. وقتی که میگه افغانستان، واجی های کل دنیا، الله افغانستان از این استعمار خلاص کنه. ای که ما بی غیرت شدیم، ای که ما حیا نمی کنیم، ای که ما میگیم استقلال داریم، ای که ما کمر خدا به بی غیرتی بسته کردیم، ای از ماست. لیکن کل دنیا، کل دنیا میگه که این کشور مستعمره هست. در ملل متحد میگه مستعمره هست، سیاست مدارای دنیا میگن مستعمره هست، پروفیسرای بزرگ اروپا و امریکا میگن مستعمره هست، تمام دنیا میگه مستعمره هست. این که باز ما و تو بگیم که نه ولی ما آزاد هستیم، والله من نمیفهمم که اگر ما آزاد باشیم و استقلال داشته باشیم، خیلی مردمی که استقلال نداره کدام مردم است؟ بس اول نقطه که ما و شما سر از او بحث میکنیم استقلال وطن ما. تو جوان مهم نیست که چند روز زنده باشیم، مهم نیست که ما باشیم یا نباشیم، مهمی است از خود سوال کنین. در اتاقتان که رفتین کمپر دلیتان کش کنین، یک 5 دقیقه فکر بکنین که آیا با موجودیت و با امضای این موافقت نامه ها، آیا در این مملکت ما من حیث یک کشور مستقل زندگی خواهد کردیم؟ من حیث یک افغان آزاد در دفتر اعمالم نوشته خواهد شد؟ و یا من حیث یک کشور مستعمره؟ و کسی که در کشور مستعمره هست و یک غلام هست، آزاد نیست، آزاد نیست. دوم سوال که میشه برای کسایی که واقعا اولاد از وطن است، برای حفظ ایمان خود فکر میکنه. یعنی ما که دیگه چی جنجال کنیم؟ والله از خود میترسیم، والله از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میترسم که میگه صبح وقتی میایه که یک نفر صبح مسلمان میباشه، دیگر کافر است، دیگر مسلمان است،
صبح کافر است. خب آل با امضا کردن ای توافق نامه ها شما ماها ترجمه قرآن خوانده، ما که در این مسجد میایم و جوانایی که در لیلی هستن و معصلین را که من میبینم یا از جزئیات دین هم با خبر هستن، از فروعات دین هم با خبر هستن، از سیاست خوب بیخی با خبر هستن. آل وقتی که از اسلام ما با خبر هستیم بفرماین در اینجا سر از فکر بکنیم آیا با این موافقتنامه های استراتژیک با کسانی که کفرشان هم و دشمنیشان با خدا و دشمنیشان با قرآن و دشمنیشان با رسول الله صلی الله علیه و سلم مخفی نیست؟ یعنی یک روز در امریکا به نام روز حریق نمودن قرآن در کشش اعلام می‌کنند، روز حریق نمودن قرآن، که اگر ما تو خبر نداریم مشکل ما توست، اینکه ما تو خدا چوب گرفتیم مشکل ما توست. خب با دشمنی که در قرآن در توب نوشته میکنه کرد نکرد و از طیاره پایان میده، با دشمنی که قرآن در داده صراحتا و در بازارها نشر کرد، با دشمنی که قرآن در کثافات انداخته، با دشمنی که پیغمبر خدا را توهین و تحقیر به نام اینمی دموکراسی که یا در این مملکت میارن پیغمبر اسلام توهین کردن و تحقیر کردن، اینال شما خودتان حداقل بگذاریم. یعنی هر کسی، من ندا میکنم برای هر کسی که مسلمان است، هر کسی که اولاد از وطن است، در هر گروه در هر منطقی که است، حداقل از خود این سوال بکنه که با امضای موافقتنامه استراتژیک و با این پیمان هایی که به امرای ازی بسته میشن و ما به این موافق باشیم، مسئله ایمان ما چی میشه؟ یعنی آیا ایمان ما حفظ میشه؟ یعنی پیش خود فکر کنیم و ببینیم که قرآن چی میگه. آیات قرآن در این باره دوستی با کفار، تولا و تبرا درباره کسایی که موالات میکنن با کفار، و یک بلست خاک اسلام وقتی که در قبضه یک کافر میباشه حکمش بالای مسلمان ها شیست. این حد اقل کلتان جوان ها هستین و کلتان تفسیر خواندین و حدیث خواندین و سر ازی خودتان فکر بکنین. دومین نقطه که ما تو سر ازی مشکل داریم، سیومیش، آیا کسایی که در 10 سال 12 سال خانه هایشان بمبارد شده و هر روز شهید میده و هر روز شهید میده، یعنی نزدیکترین منطقه که به کابل از لوگر است، از زمانی که برگ در درخت ها در لوگر برآمده تا این وقتهایی که برگا ریخته تنها 400 نفر جوانای محصل در اونجا به شهادت رسید. آیا این قراردادها ادامه اونمو بمبارده که در 12 سال خانه های مردم یک لحظه در امنیت نبود ادامه از این است؟ و با کشتن از یا و زدن از اینا و بمبارده از اینا و ادامه بمبارده از اینا موافقت نیست؟ یعنی یک روز یک کسی کتمه در یک جای شیشته بودم سر این مسائل جا را بحث میکرد، مفتون برادر عزیز موبایل تبته موبایل خدا که صاحب داد در پشت موبایلش در گفتون تو روشنش کن، در پشت موبایلش عکس یک دختر هندی و در بین عزیز صاحب خواندنا و نغمه و چاشتا نغمای رنگارنگ و در بین عزیز چاشتا خوب گفت پلو خورده، مفتون تو صاحب پتونه که کوبای پوشیدی ریشکت چپتراش کل کردی که فرق بین رو مادر اولادایت نمیشه، اینا الو تو سر و این خواندنا در بین موبایلت ماندگی است، اینا الو تو آمدی از این گپ میزنی که والله امریکا دوست است یا دشمن است،
ما گفتم اگر حداقل یک کمک یک ذره هم از ایمان داری بفهم بیا یک شب گفتم خیر سه درس ختم نمی برم من می برم تا طرف می لوگم ها اموز زمانت تمام میکنم تو بری یک شب تیر بیت تاسو همین مردم لوگر همین مردم پکتیا همین مردم پکتیکا همین مردم بدخشان همین مردم مردم وارده همین مردم که مثلا در کنر هستن مردم هایی که در اطراف جالبات هستن در این ولایات افغانستان فول برو از دقل از این مردم پرسان بگو شما شو خیلی آرام داریم مدون صلی اللہ رسول کریم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم زمان محمد عیف سننگزی دی لوگر ولید دی مرکز پتخوشانی دی کلیسینی کم دی استاسب پا موضوع کسی ویلی سی یوری دی لوگر ترسی این از دی تاست نور نویم خالی دی اخبال دی کلی احوال استاستویم چه امریکان زمانش کلی کسی کبی تاست باور پا خدایو که سی یوراز مگه سی هر دو جمعه که کور تزو مگ بند سی وراز نتیرگی سی مگ بند سورا کتا پیر نسی او سی کل جاگ پیک سی جاگ مسلم دو درین اپرال دی امریکانو سر کبی پا یو راز بند پندوس اوانا بستا یو کلی تا بندوی پندوس اوانا پا یو کلی رخواسی کبی اغام دنه گور چی بکم کور بند لگی گی دی چا پا ماشون بند لگی گی دی چا پا مرمن لگی گی دی چا پا زوی لگی گی چی سوک زخمی سی بیر تلی کلی جازنا ور کبی کلی دی یو جمیل پار محصر کبی تر دی ها دا پور سی نی کلی تا سوک داخل تا پریگ دی او نی کلی که سوک سی داخل دی بان اجازه ور کبی خلق مریض لری شبخانه تا اجازنا ور کبی رول دی کورده ده دوی سر ارتر والاره ده امریکان ده وسوال ده اول ده لوگر که ده تیر لوی جرگه سی تیر سو په ده لوگر نمینده په لوی جرگه که هغه کس سو سی اغا خپل ده امریکانو اکمالاتی ده مال اغوی تا ده اکمالات رسی اغا ده لوگر نمینده گی ده په لوی جرگه که کولا نستنگ بده ده امریکا په مخالف وی کچیر ده امریکا مثلا ده خپل استراتیجیک تونه ده افغانستان سر امزانه کی نو ده هغه څخه خپل د یو نمائنده لوګر نو دغه ټول سرمال منځ ځین یغه ته نور ژوندۍ په لوګر کول ورته مشکل کړه هغه مجبور دی څنګه ورسره تړون نیمزا کی نو څه کلی بیا هغه رقم نه پر لوګر نه انتخاب کړی دی سره غل دوی جرګه ته او د ستراتیژیک تړون ور باندې نیمزا کوي یعنی فقط کله جاب سره د 4 نفر ستاری افغان و خنده بازار و لنده بازار که در افغانستان است اینمی ممثل مردم افغانستان است خلاص اینمی شما تمام روز برقصین و دیگه مردم باشن من گفتم حتی اقل باور بگو گفتم والا راست میگی اینا آیا امضای این قراردادها و توافق با یا امی کسایی که کار میکنن در مقابل امی جوانایی که تمام روز شهید میشن در مقابل اطفال امروز یک کسی آمده بود پیش من از چرخ لوگر بود گفت والا بالله استاد تخف وطن ما گفت عزیزی که شهید است شهید است گفت تفلکارن تفلکای معصوم گفت شهید شدن گفت بالاخره صاحب رفتیم پیش والی که از برای خدا این چی حالت است این چی حال است از چند کیلومتری راکت است و از چند کیلومتری آوان است و این که تیارا میه یا خسای میه و زده میه آی کسایی که با این چیزا رضایت نشان میتن با این لفظ خود در خونه از این مردم شریک نیستن باید فکر بکنیم یعنی تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی آیا او مسلمانه که دی چار دی ولایات افغانستان هستن و شبها تا به صبح خواب نمی کنن آیا یا از این وطن نیستن حق ندارن دی وطن زندگی بکنن برادر عزیز این نقطه دیگه است نقطه دیگهش سوالی میشه که آله اگر این پیمان ها امضا میشن آیا این ادامه جنگ است و یا قطع جنگ یعنی برای ما باغ های سرخ و سفید رو نشان میدن که والا اگر این قراردادها امضا شود اگر این گپا شود دیگه در افغانستان آرام آرامی هست نه برادر موجودیت قوت‌های خارجی در افغانستان تایید ادامه جنگ است. حالا اگه خارجی در افغانستان نباشند خارجی در افغانستان نباشند ولی اینمی ما استاد اینمی تو محصل ما و تو میریم اونمو یا 4 نفر برادرای ما که در اونمو ولایت هستن و او را هم ما برشان گفتم برادر عزیز شما این تصوره
یک روز یکی از همین خبرنگارا بود، یک کسی گفت که والله جنگ افغانستان، جنگ امریکا و اروپا و یا کس، جنگ از اینا با طالبا هست. ما گفتم نه، امیر شما را بازی دادن، دروغ گفتن. جنگ امریکا و اروپا، جنگ ناتو در مقابل طالبا نیست، جنگ یک ملت مسلمان است با یک ملت کفر. اگر تنها طالبا می بود خود هر روز تو اعلان میکنی که در فلانی جای اینقدر کشته شد، کلاگی میگفت 50,000 طالب است. در 12 سالی که ما و شما لیست میگیریم، خاص 5 لک نفر زیاد هم خود لیست خود از هست طالبا کشته شدن. خیلی وقتی که 5 لک نفر طالب کشته شد و تو میگفتی 5,000 سی 4 لک دیگه از کجا شد؟ یعنی به اساس احسای خودت ما گپ احساساتی نمیزنیم برادر، یعنی به اساس تحقیق. شما برین از کل امیدمی ولایت هستین، آیا کسایی که امروز می جنگن کل از یا طالب هستن و یا ملت از افغانستان است؟ یعنی بفرمایین احسایه را بگیرین برادر. خانه مردم بمبار کرد، سر ناموس مردم تجاوز کرد، خانه مردم چور کرد، در نیمه شب در بین خانهش داخل شد، کل ملت خسته در مقابل شو. برادر عزیز چرا خدا بازی میتی؟ چرا خدا بازی میتی؟ ای خود نمیشه که تو به خاطر ازی که دانه هر کسی بسته بکنی، هر کسی که گفت نه، اگر گفت بله غلام هستم او تایید است، اگر نه که نشد باز بخی سر از او یک نام باید سوا سر ما هم نام باد، سر از او هم نام باد، سر محصل هم نام باد، سر از او هم باد. خب ما ملت اینمی وطن هستیم و با موجودیت قوتهای خارجی مخالف هستیم. آیه کل کسایی که شما شهید ساختین، طفل معصوم در بینه در بین بستره، او کارت تحریک داره. جنگ بین مردم آزاد مسلمان، مردمی که میخواهن با استقلال زندگی بکنن، در مقابل یک قوت کفری طاغی سرکش دشمن خدا و پیغمبر است. حالا خب ما ایره برتان کوکی سلاح من، کوکی مهمات من در جای ما ناخونگیر هم نیست. حالا ما خب با زبان به عقل بر تو گپ میزنیم که جنگ تو جنگ در مقابل ملت است، در مقابل امت اسلام است که از دست تو تمام روز خون گریه میکنه. کل ازی طالب است، کل ازی القاعده است، ما در پانتون و ایمسلین این لیله کل ما را خیلی بگی بمبارد که بکش. و ما این ملت هستیم که برای تو واقعیت هم میگیم که آنچه که تو میکنی خیانت است، این جنایت است، این فروش وطن است، این مخالف عقیده ماست، مخالف آزادی ماست، مخالف فکر ماست، مخالف ایمان ما هست. نعره تکبیر! میایم سر فشار امریکا، یعنی برای کسایی که دلیل میگن برش میگیم که یا اگر دو گروه هستی که غلام هستی، دو گروه هستی که وطنت در قصهش نیستی، در استقلال در قصهش نیستی، در ایمان در قصهش نیستی، کل چیز خود به خاطر منفعت دنیا فروختی و در دامان از او انداختی، از تو خلاص است. اما گپ ما بر او مسلمانه که میگه من مسلمان هستم، من استقلال میخوایم، این وطنم است، از او پرسان میکنیم که برادر عزیز تو در مقابل از این سوالات چی جواب داری؟ در مقابل از این سوالات چی جواب داری؟ اگر سوال پیدا کردیم گفتم نیست، هم استقلال ما حفظ است که ابدا حفظ نیست، اگر خدا بازی میتیم دلتان ایمان ما حفظ است که ابدا حفظ نیست. اونجا قرآن میگه ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا. نص صریح است، ضرورت به اجتهادم نیست. لا یتخذ، نگیرن، المؤمنون مؤمنان، الکافرین کافر، اولیا جمع ولی از دوست. والا اینه که هیچ کس که قرآن هم صحیح نفهمم
كل كلماتش لا يتخذ نكرة، المؤمنون الكافرين الأولياء شتو ميشن وقت تو امضا میکنی و میگی وطن ما باش و از وطن ما دیگرها را بزن و دیگه نمیشم تو هستی و حتی عسکرای تا مگه هر چیز که اوران سایت ما برات میتیم من زیر ریش خود عسکرت نگاه میکنم در آغوش خود نگاه میکنم خیلی دیگر لا یتخذ المؤمنین الکافرین اولیا این دیگه من نمیفهم که چه وقت می الله متعال در همین قانون ما که قرآن است میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين يد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء دون لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الذي از انجای که خدا می فرماید شما یهود و نصارا را با خود دوست نگیرید در جای دیگر می فرماید که شما دشمنی ما و دشمن خودتان را با خود دوست انتخاب نکنید و در جای دیگر می فرماید والله ولی المؤمنین بلکه دوست مسلمانان ولی مسلمانان خدا هست با این شعارها و با این دستوراتی که در این دستورالعمل زندگی ما و در متن قانون و در متن قرآن عظیم الشأن ذکر شده است پیمان استراتژیک را و عهد و پیمان و موافقت با این پیمان و همچنان امضای مسئولیت قضایی و دادن مسئولیت قضایی را برای خارجی ها خلاف دستورات قرآنی دانستند ایرا مردود می دانیم و قبول نمی کنیم و همچنان دادن مسئولیت قضایی را برای خارجی های ساکن در افغانستان تجاوز بر حریم پاک مقدس اسلام دانسته تجاوز بر ناموس ملت مسلمان افغانستان دانسته ایرا رد میکنیم قبول نداریم و فقط یک پیام دارم برای مسئولین دولت برای کسانی که میخواهند این پیمان را با آنها امضا بکنند و میخواهند که مسئولیت قضایی بر آنها بدهند پیام مدی هست که فردای قیامت به پیشگاه خداوند حاضر میشی اگر از تو سوال شود که چرا به حق ملت مسلمان و مظلوم افغانستان ای خیانت را کردی پس تو چه جوابی را در مقابل او سوال بر اونجا داشت اگر اونا همی قسم که ادعا میکنن که ما ولا به خاطر منفعت مردم افغانستان هستیم به خاطر منفعت افغانستان والا ما میگم که منفعت مردم افغانستان دهی است که قوتهای خارجی از اینجا میرفت و میگفت که ما از اینجا میریم سیز خیر است ما از کشورهای اسلامی یعنی وقتی که یک چیز رد میکنیم همیشه باید بدیلش ما و شما داشته باشیم والله به خاطر از اینکه در وطن شما جنجال نشه قوتهای خارجی از اینجا برایه و همه خواهیم از کشورهای اسلامی که یا بیان در بین اینمی اطراف افغانستان باور بکن کل مردم افغانستان از جنگ خسته است هیچ کس خوش نداره که در خانهش همیشه آتش در باشه و وقتی که کافر در این مملکت نباشه و قدرت به دست کافرها نباشه هیچ دلیلی برای جنگ نیست میمانا دلیل برای جنگ خب اگر اینا واقعا بر موتو کار میکردن و هداف دیگه نمیداشتن بسیار خوب میبود که شما مردم افغانستان اول میامدن که خب استادا و محصلین پانتون شما چی نظر ما برش میگفتیم برادر عزیز اگر شما میخواین که واقعا در افغانستان امنیت آرامی باشن کل جنگ و فساد کل گفت سر شما هست به خاطر موجودیت قوتهای خارجی در یک مملکت خودش دلیل است برای جنگ برای جهاد وقتی که خارجی نباشه قوی خارجی نباشه جهاد در مقابل کی میکنه و وقتی که این مسئله این قسم میشد خب ببینین معاشات بلند بودن مصارف بلند بوده برای یک مملکت فقیر و بیچاره ای که میلیون ها میلیارد دلار در پارلمان مصرف میشه حال مصارف اینا پیش بردن این که میگه مثلا 5 میلیارد است و 6 میلیارد است وقتی که جنگ نباشه وقتی که جنگ نباشه ما با 3 لک و 4 لک و 5 لک اردو و پلیس ما چی نیاز داریم اینمی کل شهر کابل دادن پلیس و هم که تصورت تا چوب بخواد میتونه حفظ بکنه
یعنی وقتی که جنگ نباشه خود تو مصرف بلند بردی، جنگ ادامه میکنه که مصرف زیاد میشه. یعنی خود از نگاه اقتصاد، من خودم امیل در اقتصاد کتاب نوشته میکنم، وقتی که در یک مملکتی که جنگ نباشه چهار لک و پنج لک اردو و پلیس و قوتهای دفاعی رو چی کنیم؟ جنگ نیست، جنگ نیست. وقتی که جنگ بود مجبور هستی که سلاح باشه، مجبور باستی که مهمات هست، مجبور از غذا هست، مجبور از معاش هست. در خیر زبر از این چیز نیست. در زمان ظاهر خان وقتی کسایی که سن 20-22 را پوره میکردن، 2 سال خدمت عسکری بود، مای صدر پر معاششون بود. مای چند پر معاششون بود؟ صدر پر. والا که جنگ دوا نباشه اول خیر است. من بیا سر ما سر کسایی که لسانس بود 1 سال بود. بعد لسانس 1 سال بود. کسایی که وظایف مهمی مثل دکتر بودن یا استاد بودن یا معلم بودن، بر از اوها میگفتن که اونه مود سال خدمت خدا در استادی و در معلمی بودن. یا پاتر کردن آیا نمیشه که ما پس همون نظام زنده بکنیم و اونه مود 4 نفر آل بسری کسا همین مجاهده که در جبهه جهاد جنگ میکنه ماشش چند از در اسلام چند رو به ماشش از مجاهد؟ یک کاسه دال هم از جیب خود میاره. یعنی اگر مسئله استقلال باشه، آرامش باشه، والا من نیست استاد پوانتون باور بکن که آله که میگه که ما چون مارش شما را 50,000 میسازیم، که 70,000 میسازیم، که 90,000 میسازیم، که 1,00,000 میسازیم. خب شکم ها را که ککککککر حالی کسی که 1,00,000 1,00,000 مارش میگیره ای بازده 2,000-3,000 گذاره میکن. اما اگر اولاد از این وطن باشه باور بکن روس خارجی نباشه، امریکایی نباشه، استقلال داشته باشیم، ایمان داشته باشیم، به خدا بنان کچالو پیا و خوش آمد. استقلال ما می باشه. پس ایناله اگر هدف از اینا موجودیت و آمدنشان در اینجا هدفشان نباشه که اینجا باشن، پس اگر میگه واقعا نه، اگر میگفتن امیل شما سعی کنین یک دوست که در جای رفت دشمنیش صراحت است ولی ما هیچ شرم نداریم، خب از اون دشمنیش هم صراحت است، با صراحت میگه که من دشمن است، اما ما که شرم نداریم این مشکل ما هست. وقتی که بعضی قوات‌های ناتو که از افغانستان خیستن برآمدن، موتر خدا و سلام و مهمات خدا چی میکنن؟ در میتنه میتنه از بین میبره نمیبره، نه؟ حتی خیمهشون از بین میبره نمیبره. یعنی اگر یا دوست میبودن میگفت برادر این همی 4 تا خیمه است، شما همی آدم کسی یک منطقه کوچ ها میکرن همی کالاش اگر میزه اگر چیزی باش همسایی خودم نگه بیادر ولی من رفتم این همی چیزهای زادیز بردن هم میکنم. اما اگر دشمنش باشه میگه گمش کدن تندور پرتین درش بدیم خوبه یه همسایه سیستی آشکار همی کار هست نیست. اینال اگر اینا واقعا دوست می بودن و به خیر ملت افغانستان می بودن که تمام مشوره می کردن می گفتن همی 10 سال 12 سال بد کردیم، ظلم کردیم، جنایت کردیم، ولی ما برای دوستی آمده بودیم، خلاص ما میریم از اینجا. می گفتیم برین شما برین به خیر از اینجا، ما مردم افغانستان حتما دوین خود جور می ریم. اگر میگیم کمک های اقتصادی هست، کس اگر کمک اقتصادی بخواه که کسب بکنه، ولو که همین کمک اقتصادی را اگر دیگه کشوران همین عربستان سعودی اگر بخواه که به مردم افغانستان از این پیسه حجام کمک بکنه، ولو 10 سال 15 سال ما و شما 5 سال 6 سال دیگه چیز شد، باور بکن مردم افغانستان همیل باسواد داریم، لسانس داریم، امکانات داریم، مردم هوشیار شدن، باور بکو کلگی وطن خود. خی کسی که باز وطن خدا نگاه کرده نمیتونه، ایران باید بفهمه. خی کسی که استقلال خدا رو نگاه کرده نمیتونه، نان خدا پیدا کرده نمیتونه، امنیت گرفته نمیتونه، پس او باید زندگی نکنه دیگه، بمره. خی مرگ برای ما خوب است، مرگ برای ما خوب است. از این خاطر برادرای عزیز خلاصی کل از این گپایی که حال فلان اینجا خلاصی کلش اینمی است که وقتی من سر از این تحقیق کردم و سر از این بحث کردم که برادر جانانم مینه مینه نسته سوداگری ده یو پبل خرچه بینه،
هدف هدف استعمار است. امریکا از این مملکت نمیره. این پلان امروزش نیست، پلان 50 سال پیش است. از اونم وقتا در این منطقه باید جای داشته باشه. و امریکا تا وقتی که اینمت جوانای مسلمانه که دندانایش نشکنانن، فهمیدین؟ تا که دندانایش نشکنانن و پایگاه نظامیش برش تندور نسازن که از او تندور بگریزن، با این معاهدات و با این قراردادها و این گپا نه خلاص میشه و نه جنگ خلاص میشه و نه امریکا دلش اینجا یخ میشه. و کسایی که فکر میکنن که با موجودیت با امضای گپا مشکلات افغانستان حل میشه، ابدا حل نمیشه. من منویس یک استاد پانتون، هر کسی که من اینجا برام میگن برش میگم که اگر تو اولاد از این وطن هستی، با این توافقات نامه ها و با موجودیت امریکا مشکل افغانستان نه تنها حل نمیشه، اقتصاد افغانستان به پیش نمیره، بلکه برعکس از او خب اگه برادرای سوال دارن میشه سوال خدا نوشته بکنن، من سوالشان جواب میگم. از این خاطر شاید کل سوالشان در خلال صحبت های من حل شده باشه. دیگه ادامه جنگ است و آرامش نیست. اینمی 12 ساله که در خون و در غم بودیم، 20 سال دیگه هم که اینجا امریکا باشه، اونم خون است، اونم خون ریزی است، اونم بمباردمان است، اونم کشتن است، اونم مشکل است، دیگه راه حل نداره. خب اینجا برادر پرسان کرده که بعد از این که موافقت نامه امضا شود و یا هم نشود، در هر دو صورت توصیه شما برای ما چی هست؟ درست است که ما استقلال طلب هستیم، اما راهی مشخص از دست شما باشه. خب حال برادر عزیز، یک قاعده فقهی است میگه که الضرورت تقدر به قدره، ضرورات که از تقدر به قدره، هر ضرورت موتو تا روزی که میفهمیم که با زبان، با گفتار، با علم، با دانش رای حل پیدا میشه، جستجو میکنیم. وای به تنگ آمد، به جنگ آمد. و من فکر میکنم اینا شاید با اینمی کارهای خود مردم افغانستان رو به می وادار بسازن که کل مردم تا که نخیزن و در مقابلشان قیام نکنن و دیگه شکل نمیشه. دیگه به نظر من اینمی هست که ما خبرشان توصیه کردیم، هم برای امریکایی گفتیم و هم برای داخلی گفتیم که برادر این موافقتنامه ها قطع جنگ نمیشه، به منفعت هیچ کشور نیست، نه به امریکا هست نه برای افغانستان. امریکا هم از تلفات خود خلاصی نداره و مردم افغانستان هم از این جنجال ها خلاص نمیشه و جنگ دوام میکنه و این می حالتش است. و او چهار نفره که رو آورده و ماشخورش است و گفای زور میشه نشستنشان به نخص هر دوی شد است، به نخص هر دوی طرف است. ما خو برباد میشیم، ما خو تباه میشیم، ما خو همه چیز خود از دست میدیم، ولی امریکایی رو میگیم که تو هم آرام نخواهد ماند. اگر کسایی که با اینمی پیمان استراتژیک و با این توافقات مخالف هستن استاد شون. دست خدا بالا میکنیم و میگیم که ما مخالف تمام پیمان های استراتژیک با قوات های کفی هستیم. ما محصلین و استاد های پانتون کابل با این پیمان هایی که از طرف این جرگه ها صورت میگیرن به هیچ شکل موافقه نداریم. ما 100% مخالف هزی هستیم. ما این پیمان ها را تقبیح میکنیم، ضد وطن خود فکر میکنیم، ضد استقلال خود فکر میکنیم و هر کسی که بس ضد استقلال و وطن ما کار میکنه ما او رو تقویت میکنیم. همه ما مخالف شدیم. کل دنیا ایره بشنوه و به این خاطر کل ما در مرتبه میگیم الله اکبر.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وأيضا قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين صدق الله العظيم برادرای عزیز ما یکی از شهروندای شهر کابل می باشم باشنده ولایت ولسوالی شکردره هستم یکی از چشمدید های خود را که در امی وقتا ما هم من سال دوم پانزه فارمسی بودم که از طرف همی کشورهای غربی یا قوی ناتو بگویم به طرف زندان برده شدم با شما می خواهم در رابطه به همان چیزی که در زندان باگرام دیدم مختصرا بگویم که ایا شما امی چیزهای را که می بینید می خواهید که با امریکا پیمان امضا شود یا نشود برادرها وقتی که ما 12 بج شو بود که امریکایی خانه را محاصره کرد و ما به طرف زندان رفتم از این چیزایی که در زندان چی میگذره سر بندی ها شما کتاب عبدالرحیم مسلم دوست و کتاب سلام ضعیف خوانده باشید در قدم اول زندانیه که به طرف زندان میرود یک زندانی نداره که تا این روز قانی نمیشود حتی به صلیب سرخ زندان به نام زندان سیاهیت می شود در این زندان چی می گذره؟ در قدم اول زندانی که برده می شود لوچ می شود و اوجا کامرامانه از اینا چیشان سال است و اینا میگه که ما تنها می خواهیم شما را از نگاه طبی چک کنیم ولی کاملا دروغ است چون می فهمه که افغانا یک ملتی با غیور است و از چیزی که بسیار رنج می بره و تکلیف روح می بره او همین چیزی است که لوچ شود بعد از آن ما مدت تقریبا 50 شب در آنجا ماندم و از آنجا به طرف زندان حقیقی باگرام برده شدم شما قبول کنید که در زندان باگرام ما در یک اتاق بودم به نام اتاق ایسولیشن اینا میگه یا اتاق ایسویو میگفت اتاق جزایی است بر ما قرآن شریف آورد گفت شما میتونی از بعضی استفاده کنید من گفتم ولی در یک از روزا دست و پای مولچک بود داخل شدم مرا بیرون کشیدن پس داخل شدم که میبینم سر قرآن شریف اما بوت پای خودم مانده یعنی بوتش سر بالای قرآن شریف چاپ بوتش است آیا شما میخواهید که برادرتان من نه دیگه برادرتان امروز نه اگه پیمان امضا شو صبح هزارت را میکشم میخواهید که هزارت لوت شوه میخواهید قرآنتان توهین شوه اینا برادر همان کسایی هستند که میخواهد قرآن توهین شود ما وقتی که خارجی را خواستم گفتم این کتاب ماست گفت به ما هیچ چی نداره به این قسم قرآن شریف میگیره و تکانش میتن میگه من این قسم تراشی میکنم دلت خوش میشی خفه میشی الحمدلله دوجا باز زندانه هستن که با امود دست پنجه که بسته هستن با فرقشون میزنن و اثرشون خون میشن چیزی که از دست زندانی میشه او را سرش میکنن اما اگر شما میخواید که قرآن توهین شوه برادرایتان سکس شوه با امریکا معاهده کنید این پیام است به همان کسانی که در جرگه شرکت میکند هر کسی که میخواهد که همین چیز انجام شود اوجا چی کند شما یاد داره یا نداره امریکا چی کرد در خوست توپ انداخت بالاش کلمه نوشته بود امریکا چی کرد برطانوی ها در هلمند به اطفال چی کرد اطفال تشویق به طرف سکس نکرد امریکا سر اجساد مشاشه نکرد پس چی میکند شرم نیست یادتان هست یک وقت کرزای گیران کرد در گیران رو چی میگو؟ میگه نه زورم بالای طالب میرسه نه بالای امریکایا پس وقتی که زورت بالای کس نمیرسه چی گونه باید توافق نامه رو امضا میکنی؟ برادرها زور زنا با هیچ کس نمیرسه اینا کسای هستن که میخواهد قرآن ما رو توهین کنه مسلمان ها رو در حالت حقارت نگاه کنه پس هر کسی که موافق است در جرگه شرکت کرده با اونا میگیم که اگر میخواهید که برادرایتان در زندان برایش چی بگذره و شما از قضیه خبرم هستین پس امضا کنید اما من حیث یک مسلمان باز میگم من حیث یک مسلمان
هر کسی که در توافقنامه شرکت میکنه از ما خودم با او دشمنی دارم. چرا دارم؟ به خاطر که جواز داد بود که مرا سکس کنن. تو که جواز سکس بودن مرا میتی، من چه قسم با تو تو را دوست بدانم؟ تو کسی را که دوست میدانی که او را قرآن دشمن میگه، چگونه من تو را دوست بدانم؟ در آخر از شما به شما از شما خواهش میکنم، شما چی داره داره بتره داره؟ شما میخواد قرآن تا توهین شوه؟ شما میخواین برادرتان سکس شوه؟ شما میخواین خواهرتان به طرف زندان برده شوه؟ نام ما هم فرهادین است، محصل پانزه زراعت هستم. بنده هم من حیث یک فرزند مسلمان امضای پیمان استراتژیک و پیمان امنیتی و دیگر کنفرانس هایی که به علیه مسلمان ها در دنیا گرفته میشه از نظر اسلام مردود میدانم و امضای پیمان امنیتی را در افغانستان سبب آرامی نبل که سبب اختلافات قومی، مذهبی و نژادی بین مردم افغانستان و مسلمان های دنیا است، سبب ادامه جنگ و بمباردمان و ویران کردن خانه های مردم مسلمان افغانستان است، کم جلوه دادن و کم ارزش جلوه دادن خون مردم افغانستان است، بغارت بردن منابع طبیعی مردم افغانستان است، مانع تاسیس نظام اسلام و خلافت اسلامی است و تنها رایی که بتواند این مشکل مسلمان ها را حل بکند تنها تطبیق شریعت اسلام و تاسیس خلافت اسلامی در کل کره زمین است و این مزدوران غرب که یکی لوی جرگه و یکی پارلمان افغانستان است. چند روز بیدیم رقابت بود بین ازیا که پارلمان میگفت باش که ما امضا کنیم پیمانی میتیر و لوی جرگه میگفت نه باش که ما امضا کنیم و حتی به حد بالا هم کشید و این هم یک گپ بود که ایره غیر قانونی میدانیستن و خود قانونی میدانیستن به خاطر ازی که ما باید پیش از پیش سرخرویی کسب کنیم از لوی جرگه که ما جلوتر امضا بکنیم و به یا ما باید پیام خود برسانیم که شما با کار خود و با تطبیق نظام های غیر اسلامی که کمونیستی، دموکراتیک یا دموکراسی و کپیتالیستی است جز ظلم، ستم، دربدری، فقر، بیکاری، فساد و فحشا جز اینها همه نتیجه دیگری ندارد و تنها چیزی که بتواند مشکل مردم دنیا و مسلمان های افغانستان حل کند او تطبیق شریعت الله است و زیر چوکات خلافت اسلامی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تمندو زمان نور الهدى لكابل ويد قرباغ دولة سوالة مسيدون كده شرعاته دي تلورم كان محسلهم زمان پایام دي دوستانه تا او حقا خلق چه دي دوستان هم الگيري دي او بده جلسه کی او یا په دې لویا جرګه کې حاضری کې غداري او هغه نه مخکې لاندې خبرې هغه دا چې موږ د خپل دوستانو او خپل مشرانو نه لکه دایي صاحب او ډاکټر صاحب همداسې نورو استادانو نه باید غټه استفاده وکړو. دغه استفاده دا کول چې دوی موږ ته اسلامي طریقې او اسلامي اصولو باندې برابرې خبرې راښیي او د دوی باید طریقې روش پسې پیروي وکړو. عزتمندو د اسلام خلاصت او د مفهوم لپاره دوه دي چې غل په مفهوم داله د اسلام طریقې لپاره چې جهاد وړاندې کړی د جهاد هغه دا چې د خلکو ناموس وساتلی شي او بل چې خپل خاورې نه دفاع وکړلی شي. نو په قرباغ کې زه درته لنډه وینا دا وایم چې زه په 12 سم کې هغې وخت کې د یو موسسې له طرفه خلکو ته په مکتب کې داس یو مواد راغله ورکول کېده چې په هغې کې تناسلي آلې د ښځې او د سړی وې او په څنګ کې سوسنګو په کلي کې په دغه سه کال کې که امریکایان راغلي قرآن یې هلته داز ویشتلی ده او په اپل او باغی عالم کې بل کلی ورته ویلی شو چې هلته راغلی دي هلته یې ښځو ته لاس ورچولی ده. نو نن چې هغه غرونه دلته حاضرېږي هغه چې موږ او تاسو مشران از په خپل چا مازو چرچوکه مختدی او راضی زاغوی نه دا سوال کوم چې په کوم جرأت او په کوم لحاظ تاسو دا پیام انځا کوئ او نو زه تاسو نه دا خواهش لرم چې خپلو دې وکیلانو ته او خپلو داسې مشرانو ته زنګ ووهئ. تاسو ورته ووایئ که دا چیره دا معاهده امضا شي
نو په کوم اصول او په کوم پرنسيب باندې تاسو په کوم قاعده باندې دا په هغه ور سره امځا کوي چې یو سړی دلته جنایت وکړي او بیا د لاړ چې په امریکا کې دغه محکمه سي په کوم اصول بین المللي قوانین ملي قوانین او په کوم قواعد باندې والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم زمانو محمد ایوب سنگزی د لوګر ولایت د مرکز په خوشحالی کې لسنکم زه دی استاد صاحب په موضوع کې سی ویل سی اور د لوګر ته راسی ان زه تاسو نور نه یم خپل خپل کلی احوال تاسو ته وایم چې امریکایان زموږ مشکل کې څه کوي تاسو باور په خدای وکړئ سی اور موږ سهار دوه جمعې کور ته موږ باندې سی ورځ نه تیرګی سی موږ باندې سورا کېټه پیر نه سی او سی کله جاګ پیک سی جاګ مسن دوه درې نفره د امریکایانو سره کوي په یو ورځ باندې 50 هوانه بس یو کلی ته بندوي 50 هوانه په یو کلی ورخوسی کوي هغه هم د نه ګور چې په کوم کور باندې لګېږي د چا په ماشوم باندې لګېږي د چا په مېرمن لګېږي د چا په زوی لګېږي چې څوک زخمي سي بیرته له کلي اجازه نه ورکوي کلی د یو جمعې لپاره محاصره کوي تر دې حده پورې سي نه کلی ته څوک داخل ته پرېږدي او نه کلی کې څوک داخل دي د باندې اجازه ورکوي خلک مریض لري شپخانې ته اجازه نه ورکوي ټول دې کورده د دوی سره ولاړه ده امریکایانو د وسوال د اول د لوګر کې د تېر لوی جرګه څه تېره شوه په د لوګر نماینده په لویه جرګه کې هغه کس و چې هغه خپله د امریکایانو اکمالاتي د مال هغوی ته د اکمالات رسوي هغه د لوګر نمایندګي په لویه جرګه کې کوله نو څنګه به د امریکا په مخالف وي که چېرته امریکا مثلا د خپل ستراتیژیک تړون د افغانستان سره امضا نه کړي نو د هغه څه خپله د یو نماینده د لوګر نو د هغه ټول سرمال منځ ځي هغه ته نور زندگی په لوګر کې کول ورته مشکل کړ ده هغه مجبور دی چې هغه ورسره تړون امضا کړي نو څه کالي بیا هم هماغه رقم نفر لوګر نه انتخاب کړی دی سره غلي لویه جرګې ته او دا ستراتیژیک تړون ورباندې امضا کوي بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت یک آیک شما و با کسب اجازه از جناب اساتیدی بزرگوار و شما محصلین هم مسلکان و هم فکرانی من فقط من میخواهم در یک دقیقه یک پیام قرآنی را برای شما و برای همه سامعین بازگو و تقدیم نمایم از آنجایی که پروردگار ما خداست و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم قائد و پیشوا و رهنمای ماست و از آنجا که دین ما اسلام است و از آنجا که دستور العمل زندگی ما و قانون ما قرآن است الله متعال در همین قانون ما که قرآن است می فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذ الكافرین اولیاء من دون المؤمنین یک یا ایها الذین آمنوا لا تتخذ اليهود و النصارى اولیاء دو لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء عدی از آنجایی که خدا می فرماید شما یهود و نصارا را با خود دوست نگیرید در جای دیگر می فرماید که شما دشمنی ما و دشمن خودتان را با خود دوست انتخاب نکنید و در جای دیگر می فرماید والله ولی المؤمنین بلکه دوست مسلمانان ولی مسلمانان خدا هست با این شعارها و با این دستوراتی که در این دستور العمل زندگی ما و در متن قانون و در متن قرآن عظیم الشأن ذکر شده است پیمان استراتژیک را و عهد و پیمان و موافقت با این پیمان و همچنان امضای مسئولیت قضایی و دادن مسئولیت قضایی را برای خارجی ها خلاف دستورات قرآنی دانستن ای را مردود می دانیم و قبول نمی کنیم و همچنان دادن مسئولیت قضایی را برای خارجی های ساکن در افغانستان تجاوز بر حریم پاک مقدس اسلام دانسته تجاوز بر ناموس ملت مسلمان افغانستان دانسته ای را رد می کنیم قبول نداریم و فقط یک پیام دارم برای مسئولین دولت برای کسانی که می خواهند این پیمان را با آنها امضا بکنند و می خواهند که مسئولیت قضایی برای آنها بدهند پیام مجی هست که فردای قیامت به پیشگاه خداوند حاضر میشی اگر از تو سوال شود که چرا به حق ملت مسلمان و مظلوم افغانستان ای خیانت را کردی تو به حیث رئیس جمهور تو به حیث بزرگ تو به حیث رئیس دولت رئیس ملت ای خیانت را به حق این ملت مظلوم کردی پس تو چه جوابی را در مقابل او سوال بر اونجا داشت و
السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک شاعر میگه به اجازه استاد و دوستای عزیز، میگه مردمان حیلگر خفتن در دامان غر، مردمان حیلگر خفتن در دامان غر، لشکر آزادگان را هست سردار دیگر. درس اسلافت زیاد زورگویان رفته است، درس اسلافت زیاد زورگویان رفته است، درس عبرت را سازد این روز تکراری دیگر. تا که ما اونمو درسی را که بابا و اجدار ما به روز و به انگلیس و امثالشان دار تا او را دوباره تکرار نکنیم، ای از کرای کسیف امریکایی از این خواب خارج نمیشه، یا باید خارج، باید بیرون رانده شوند، خودشان بهتر خود بیرون نمیشه. السلام علیکم. یک بار دیگر تکرار میکنیم که بستن پیمان استراتژیک و امضای این معاهده، ادامه قتل، ادامه مسلمان کشی، ادامه ظلم، ادامه غارت منابع طبیعی افغانستان و ادامه فساد، ادامه قاچاق مواد مخدر و ادامه هر نوع تخطی در سرزمین اسلامی افغانستان می باشد. و بستن این معاهده هیچگاه به نفع مردم افغانستان نبوده، بلکه به نقص و ضرر مردم افغانستان می باشد. از نگاه قوانین بین المللی و یا قوانین کفری که خودشان ساختن، از این نگاه هم اگر ما و شما بررسی بکنیم، پیمان استراتژیک میان دو کشوری بسته می شود که از نگاه اقتصاد و از نگاه قوت نظامی مساوی باشند. آیا این عاقلانه است که یک پیمان استراتژیک و یک پیمان دائمی با یک بدماش بین المللی و با یک ملنگ شاید شمشیره بسته شود؟ آیا ای عقلانه است و هیچ عقل و منطقی را میپذیره که یک بدماش، یک ظالم و یک خونخوار بین المللی که هیچ مرز و تعهد و پیمانی را به جای نمیکنه و استوار و باقی نمیمانه، پیمان بستن با این قدر کشوری بزرگ و قوی و ما در این قدر ضعف و ناتوانی و ضعف اقتصادی هیچگاه مساوی نخواهد بود و یقیناً که ما مظلوم و مورد تجاوز قرار میگیریم. الحمد لله اهله و صلاة لاهلها. اما بعد، با اجازه استادان گرانقدر و مؤثرین عزیز، من میخواهم در رابطه با پیمانهای استراتژیک و بودنی نیروهای ناتو و غیره و غیره در افغانستان چند کلمه با شما عرض داشته باشم. اول اینکه برای هر انسان حفظ سی چیز شرط است. یک، حفظ ایمان و دین. دو، حفظ وطن. سه، حفظ ناموس. سوال ما اینجاست و همه ایتان با صدای بلند جواب بگوین. زمانی که ما با این پیمان ها موافق باشیم، آیا ایمان ما در حفاظت هست و یا خیر؟ نیست. بله. دوم اینکه زمانی که قوت های خارجی در افغانستان باشه، خاک ما و شما در حفاظت هست یا خیر؟ نیست. و سیوم این که ناموس ما در حفاظت هست و یا خیر؟ چند روزی قبل خبری خیلی ها پارکننده قلب و چکاننده خون از جگر برای بنده که یکی از مؤسسین شریعت هستم برایم رسید که یکی از ضابط های جوانی همچون با فکر ما و شما در حربی پوانتون محافظ است. زمان نوبت پیره ای آدم بوده، از کمپ خارجی ها 30 زنی افغان خارج میشه. ای برادر جوان مسلمان، هر 30 زن استاد میکنه که شما سوال میکنه و تحقیق میکنه که از کجا آمدین. بالاخره چون تحت امر است، قماندان خود را میخواهه که این زنها که افغان است چرا از کمپ خارجی ها بیرون میشه. زمانی که قماندان میاد با این زنها نزدیک میشه
که هر سی تا شراب بوی میکنه و قماندان برای این ضابط جواب میگه که اینها را شراب داده و او طرفش به خدا معلوم است که هر کاری کرده کرده. این جوان استاد میشه که ما این سی زنم میزنم و حمله میکنم به کمپ امریکایی ها، خودم خوشهید میشم، هر قدری که توانستم میکنم. چون و قماندان که یکی از غلامانی حلقه به گوش غرب هست اجازه نمیدهد برای سرباز که این سرباز همی سی تا زن از بین بباره و حمله کنه به کمپ خارجی ها. این مثالی بود که خاک ناموس ما شما هم در امن و حفاظت نیست. این یک مثال کوچک که در این روزا برای ما رسیده و شاید همه ایتان همچون مثال ها را خوانده باشیم. دکتر انوشه در یکی از سخنرانی های خود میگه زمانی که ما به اروپا رفتم در اونجا مردم شادی ها میمون ها را دو قسم شکار میکرد. شکار اول این که درخت ها را سوراخ میکرد، دهن سوراخ را خرد میگذاشت، داخل کلان میکرد و کیله را مینداخت در اونجا. وقتی که شادی ها میامد در اونجا کیله را که میگرفت، چون کیله در مشت شادی ها بود، شکارچی ها میامدن شادی چون عقل نداشت که کیله را رها کند دست خود را بکشه و مشت از این سوراخ نمیبرامد، شادی ها را بدون کدام فیر مرمی شکار میکرد. دوم این که زمانی که شادی ها انسان ها میرفت در جنگل، شکارچی ها شادی ها میبرامدن در درخت ها، کاسای را شریش میاردن در طرف شادی ها میگذاشت و کاسه های دیگر را او میماند در طرف خودشان. میرفت دور زمانی که شادی ها پایین میشد، شکارچی ها میامد طرف کاسه ها، یک کاسه پیش شادی بود و کاسه دیگر پیش شکارچی. کاسه شادی شریش است و کاسه شکارچی او. شکارچی میگه دست خود ده او میزد و در روی خود میمالید. شادی هم مثل همی انسان ورمی که دست خود در کاسه میزد در روی خود میمالید. زمانی که میمالید چشمایش شریش میشد و بدون کدام فیر و کدام جنجالی شادی را میگرفت. زمانی که ما و شما من حیث یک جوان مسلمان اگر همچون پیمان ها را در دست خود محکم بگیریم، اگر دموکراسی را همچون در دست خود مثل شادی را محکم بگیریم و فکر نکنیم که دموکراسی را اعلام کنیم، به جای دموکراسی قرآن خود و حدیث خود بگیریم، در همچون ذلت و خاری همیشه وقت هستیم. و در آخر دعا میکنیم که پروردگارا این جمع جمع شده رحمت و مغفرت تو را میخواهد. پروردگارا این جمع را مغفرت کن. پروردگارا این جمع در این شب جمع شده تنها رحمت و مغفرت تو را میخواهد. رحمت و مغفرت خود را شامل حال این جمع بگردان. پروردگارا لباسی آبرو و حیثیت، لباسی عفت و پاکدامنی نصیب این همه برادران مسلمان و خواهران مسلمانی ما در تمام جهان بگردان. پروردگارا دست غدار ظالمین که به سوی مسلمان ها در هر کوچه و بازار در هر کشوری که دراز می شود مقطوع بگردان. پروردگارا دشمنان اسلام را قل و قم بگردان. پروردگارا دشمنان اسلام را قل و قم بگردان. پروردگارا دشمنان اسلام را قل و قم بگردان. پروردگارا این محفل ما را سبب رشد و تقویت اسلام در سراسر جهان بگردان. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. لسر درود قرطبی مسلمه بیاتل کشغر او پرغانی مسلمه زوگ د تکبیر او د اعزان دیس شو ها پرونی زرین دوران دیس شو. لسر درود قرطبی مسلمه بیاتل کشغر او پرغانی مسلمه زوگ د تکبیر او د اعزان دیس شو ها پرونی زرین دوران ران دې څه شو.